برای بررسی بیشتر این گزارش، محمود امیر مقدم مدیر این سازمان، سازمان حقوق بشر ایران، از اسلو همراه ما هستند. جناب امیر مقدم، در مورد گزارشی که ارائه کردین بیشتر برامون توضیح میدین، اینکه زنان رو بیشتر هدف قرار میدن و چشمان اونها رو هدف قرار دادن. بله، درود بر شما. ببینید، در واقع یک گزارش تکان دهنده است. اگه دقت کنیم به اینکه خب جمهوری اسلامی برای توجیه جنایات گفته که خب در بعضی موارد مجبور شدن شلیک کنند برای اینکه میخواستند معترضان ها را خرابکاری کنند یا هر چیز، اگر مسئله این باشه که به طور اتفاقی اینا شلیک کردند و مورد اصابت قرار دادن افراد رو، تعداد زنان و مردان آسیب دیده باید در تناسب با کسانی باشه که در اعتراضات شرکت کردند. ولی وقتی که ما میبینیم که برای مثال در مهاباد 15% کشته شدگان رو زنان تشکیل میدن، در حالی که بیش از نیمی از، یعنی 56% از آسیب‌های چشمی مربوط به زنان است، این یعنی توضیحش میتونه این باشه که در واقع این افراد نه تنها به طور هدفمند زنان رو مورد هدف قرار دادن، بلکه دنبال این رفتند که به زنان آسیب برسونن، به صورتشون، به چشمشون. یعنی که این در واقع یک میشه در واقع مشابهت داره با مسئله اسید پاشی، دلیلی که این کارو میکردن. ببین، یعنی یک دستور میاد از بالا که برین این زنان رو زجرشون بدین، زندگیشون رو تباه کنید، درسی بهشون بدین که تمام عمرشون دیگه صورت و سرشون رو بپوشونند. و من فکر میکنم که در واقع جدی بودن این جنایات رو نشون میده، حتی جدیتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم، چون که یک جنایتی که از قبل برنامه ریزی شده است، هدفمند هست، به مراتب جدیتره. و من فکر میکنم که امیدوار هستم که جامعه جهانی به توجه بیشتری به این مسئله نشون بده. ما داریم صحبت میکنیم از جنایت علیه بشریت، در واقع این کاری که با زنان کردن، با شلیک مستقیم به صورت و چشمشون، نه تنها در واقع آسیب رسوندن، بلکه یک نوع شکنجه روحی و جسمی هم هست و هدفشون ارعاب است و در واقع ماهیت ضد زنشون رو هم در این سرکوب نشون دادن. جناب امیر مقدم، به واکنش جامعه جهانی اشاره کردین. در طول در واقع از سال گذشته خصوصا تلاش های بسیار زیادی صورت گرفته که تمام این جنایات به دقت مستندسازی بشه، علارغم اینکه دسترسی به منابع خبری در داخل ایران محدود بوده. گزارشگر سازمان ملل هیچ وقت نتونسته از داخل ایران در واقع پیگیر این قضیه باشه، با کمیته تشکیل شده همکاری نکردن. ارائه چنین گزارش هایی رو، میدونم شخص خود شما خیلی پیگیر این قضیه هستین، در واقع چطور جامعه جهانی، جامعه بین الملل داره باهاش مواجه میشه؟ ما هفته نیست، ماه نیست که گزارش هایی تا این اندازه تکان دهنده ارائه نشه از اون چیزی که فقط در یک سال گذشته در ایران اتفاق افتاده. بله، به نکته خیلی مهمی اشاره کردیم. ببینید، در واقع در ادامه سوال قبلیتون، مستندسازی اتفاقاتی که برای مجروحان افتاده به مراتب سخت‌تر هست، به خاطر اینکه خودشون تهدید میشن، خانواده‌هاشون تهدید میشن. به همین دلیل من فکر میکنم که این بسیار مهمه. این اطلاعاتی که ما در دست داریم، خود افراد فرستادن برامون، برخن با کلی مدارک پزشکی، حدود 43 مورد خب اسامیشون رو ما اعلام نکردیم، 95 مورد خودشون با اسم و مشخصات و عکس خودشون رو هم منتشر کردند. من فکر میکنم که جامعه جهانی، خب درسته که یک کمیته حقیقت یاب تشکیل داده، ولی از اونجایی که امکان ورود به ایران رو ندارند، محدود هست که چه کار میتونن بکنن. در واقع کاری که میتونن انجام بدن، یعنی نتیجه این کمیته حقیقت یاب بستگی داره به اینکه چقدر مستندات به دستشون میرسه. به همین دلیل کاری که این مجروحان کردند، مصدومان چشمی کردند، این تعداد بسیار مهم هست برای اینکه از تکرار این جنایات در آینده جلوگیری بشه. امیدوارم که افراد بیشتری،
حالا با ما میتونیم با یعنی حتی حفظ هویتشون و اعلام نکردن اون مستنداتشون رو به ما برسونن یا نهادهای حقوق بشری دیگه که از اینا بشه استفاده کرد. اگر کمیته حقیقت‌یاب به این نتیجه برسه که جنایت علیه بشریت صورت گرفته اونطور که ما میگیم و فکر میکنیم، خب دست جامعه جهانی رو در واقع میبنده برای اینکه مماشات بیشتری با جمهوری اسلامی کنند و تحت فشار قرارشون میده برای اینکه خواستار پاسخگویی باشن از رهبران جمهوری اسلامی. سپاس از شما. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلام.